من رفتم دادسرای انقلاب، بعد که برای پیگیری کار آقای خواستار، اونا گفتن چون ایشون دیروز گم شدن ممکنه متهم باشن، به در سند دادگاه حضور داشته باشن، شما بعد از 11 اونی که زندان میبرن اون موقع بیان. اومدم بیرون، بعد دیدم موبایلم زنگ خورد و از یک شماره خصوصی به من خبر دادن که آقای خواستار به علت اختلالات روانی ایشون بردیم بیمارستان، نگران نباشیم. بعد منم که نگران شدم گفتم کدوم بیمارستان، دیگه قطع کردن. بعد با توجه به اینکه بیمارستان ابن سینا در مشهد بیمارستان اینایی که اختلال روانی دارن هست، با پسرم رفتیم اونجا. از اول که میگفتن نه، بعد گفتم بابا دیروز خود اطلاعات سپاه شوهر من رو بوده، الان خودشون گفتن که شوهر شما تو بیمارستانه، حالا من نباید ببینم ایشون چجوریه، چه وضعیتی داره اینا. گفتن نه، ایشون ممنوع الملاقاته، در بخش بیماران خود ممنوع الملاقاته. گفتم ایشون صحیح و سالم دیشون رفتن گلبهار، امروز در بخش بیماران خود بستری. گفتم خب اگر اونجوری هم هسته به من نشون بدین، شاید من بالاخره یک راه علاجی داشته باشه اینا. دیگه تا ساعت 3 بعد از ظهر اونجا منتظر شدیم، متاسفانه نه اجازه دادن که ایشون ملاقات کنیم، نه خبری دیگه به ما دادن و من خیلی نگرانم که الان ایشون در چه وضعیت، چون ایشون صحیح و سالم بودن. از دفترچه بیمهشون مشخصه که ایشون حتی سال به سال میشه دکتر نرفته بودن، فقط یک قرص